کسی دعوتت نکرد. از اینجا برو. من باید حتما باهات حرف بزنم. تو کی هستی؟ من نورمنم. نورمن ببگاگ. خب تو منو نمیشناسی ولی من تو رو میشناسم. من و تو تقریبا مثل همی. ولی تو زنده ای؟ خب آره، تنها فرقمون همینه. و تو پسر؟ خب آره، اینم درسته. تو اصلا مثل من نیستی. خب من میدونم تو چه حسی داری. نه نمیدونی، تو هیچی راجع به من نمیدونی. من میدونم که اسمت آگاتا پرندرگست. چی؟ من میدونم که تو احتمالا خسته ای، درسته؟ آره؟ چون الان دیر وقته و امشب یه شب طولانیه و اینکه ما هر دومون در حدود 11 سالمونه و هر دومون به چشم مردم شهرمون. من نمیخوام بخوابم و تو هم نمیتونی مجبورم کنی.
اگی. اسم من اگی بود. من یادم میاد یه بار مامانم من آورد اینجا، زیر اون درخت نشستیم و مامانم برام قصه گفت. آخر همه قصه ها خوب بود. بعد اون آدم های پست اومدن و منو با خودشون بردن و من دیگه مامانم رو ندیدم. گاهی وقتی مردم میترسن حرفای بدی میزنن و کارهای زشتی میکنن. من فکر میکنم تو اینقدر ترسیدی که ماهیت خودتو فراموش کردی، ولی من فکر نمیکنم تو ساحره باشی. نه نیستی. واقعا؟ من فکر میکنم تو یه بچه‌ای که استعداد خاصی داره و فقط میخواستی که مردم درکت کنن. پس تو هم فرق زیادی با بقیه نداری. پس اونایی که اذیتت میکنن چی؟ دلت نمیخواد اونا رو زجر بدی؟ خب آره، ولی چه فایده ای داره؟ تو فکر میکنی چون آدمای بدی توی دنیا هست دیگه آدم خوب وجود نداره؟ منم یه مدت همین فکر رو میکردم، اما همیشه آدمای برای کمک به تو پیدا میشه. من فقط مامانم رو میخوام. خیلی متاسفم اگی، اون رفته. داستانی که داشتی میگفتی چطوری تموم میشه؟ اون دیگه بستگی داره به تو. منو اینجا خاک کردن؟ اینجا جای قشنگی برای خوابیدنه. اینطوری میتونی برگردی پیش مامانت.